یکی از چیزهایی که در انقلاب مطرح اتفاقا مسئله عدالت بود. عدالت یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و غنی در کشور، مبارزه با فقر در کشور، تقسیم درست ثروت در کشور. این نظر اسلام، خب ما این را از نظر اسلام باید بگیریم، نگاه کنیم ببینیم ما در اینجا چقدر پیش رفتیم، این محاسبه کنیم. مستاندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند و همین ها و همین زاهدنشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که انقلاب را به ثمر رساندند. خدمت دیگر بنیاد شد. افتتاح همزمان 8927 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان به ارزش 788 میلیارد تومان. برای خدمت، برای مردم. ارتباط همزمان تصویریمون رو با 4 استان آغاز بکنیم که طرحهای محرومیت زدایی که امروز در موردشون آقای خوابایی هم صحبت کردن اونجا داره در واقع به بهره برداری میرسه. ابتدا میریم به استان خراسان شمالی، استاندار محترم خراسان شمالی جناب آقای حسین نژاد و مدیران ارشد استان خراسان شمالی تشریف دارن. تقریبا 129 طرح محرومیت زدایی رو در استان خراسان شمالی بنیاد داره افتتاح میکنه که ارزش تومانی یا ریالیش در واقع 24 میلیارد تومان هست. بر امواج رسانه‌ای، صدا، صوت، تصویر و بر بستر نت بریم به استان خوزستان. در استان خوزستان جناب آقای دکتر فتوحی معاون اقتصادی استاندار خوزستان، مسئولین استانی و مسئولین بنیاد حضور دارند. ما در استان خوزستان 772 طرح در واقع محرومیت زدایی رو امروز افتتاح میکنیم. اما در استان کوکیلویه و بویراحمد جناب آقای قزل نماینده بنیاد مستضعفان و بخشی از مسئولان در اونجا تشریف دارن. در یاسوج ما در کوکیلویه بویراحمد 208 طرح محرومیت زدایی رو امروز افتتاح خواهیم کرد انشاءالله که ارزشش در واقع 39 میلیارد تومانه. بریم به استان کرمان، جناب آقای بهرامی نماینده محترم بنیاد علوی در اونجا حضور دارم به همراه جمعی از مسئولان. 789 طرح محرومیت زدایی رو در استان بزرگ کرمان امروز افتتاح خواهیم کرد که 52 میلیارد تومان ارزش ریالیش هست. در روزهای پایانی 1400 هستیم، نزدیک به آغاز سال نو در واقع قرار گرفتیم. میخوام عرض کنم سال سختی رو حاج آقای گلپایگانی سپری کردیم. یکی از سختترین سالهای جمهوری اسلامی بوده. هم کرونا حاکم بوده از اول تا آخر، هم تحریم بوده، تحریم‌های ظالمانه، هم تورم و مشکلات اقتصادی مردم رو آزار داده، هم بالاخره یه سالی بود از نظر سیاسی تغییر دولت و رئیس جمهور همیشه یه تکانی برای مدیریت کشور هست. امسال در مجموع کمک‌های محرومیت زدایی ما مستقیم و غیر مستقیم 4200 میلیارد تومان عمل کرده. عدد بالاست. عمده منابع و درآمد و سود بنیاد میره به سمت بحث‌های محرومیت زدایی و آبادانی و پیشرفت مناطق هدف، که این شامل محرومیت زدایی و آبادانی و پیشرفت هم توزیع بسته‌های معیشتی هست، هم توسعه قرض الحسنه است که ما هم امسال هم سال آینده بیشتر متمرکز میشیم، مسکن محرومان هست، کمک به مهار کرونا و لوازم بهداشتی و اینها هست، احداث مراکز جامعه سلامت هست، احداث بیمارستان ها هست، جهیزیه هست و کمک به حوادث غیر مترقبه در سیل و زلزله که سیمان رایگان بنیاد در همه اون مناطق بالاخره ورد زبان ها هست، کمک به دانش آموزان و مراکز ورزشی و امور فرهنگی.
عزیزان من، هرچه این کارها مخفیانه تن انجام بشه بهتره. حالا شما خدمت میکنید، انشاءالله بهتون عرض بکنم به حساب پسنداز روز آخرتتون مرتب دارید اضافه میکنید، به خصوص که آقا اینقدر هم حضرت آیت الله آقای خامنه ای مدظ الله العادی این همه تأکید دارن روی این قضیه فقر زدایی و رسیدگی به محرومان که کم هم نیستند.